رو خلق میکنیم خدایی که در اون حرف و گفتگو هست خدایی که در اون کلامش هست روحش هست خدایی که ظاهر میشه در شباهت فرشته ها در شباهت اشخاص و ما مردم گفتگو داره مشارکت داره صحبت میکنه جلال خودش رو نمایان میکنه بلکه صحبت اینکه یک روزی هم شخصی خواهد آمد که خود خدا خواهد بود خود خدا و خود خداوند خواهد بود و ملکوتش ابدی پس اینا اشاره که مسیحیان نگاه کردن وقتی با ایمان به ایس الوهیت ایسای مسیح با ایمان به اینکه روح خدا در اونا ساکنه نگاه کردن به عهد عتیق دیدن که نه در عهد عتیق هم این نشانه ها علامت هایی هست از این حقیقت خدا و گفتم که خود یهودی ها خیلی وقتا گیج بودن که این اشاره ها چیه این اینا کیه هن؟ این اشخاص این فرشته خدا که خود خدا نامیده شده یا کلام خدا که داره حرف میزنه و از خودش یه شخصیتی رو داره نشون میده یا روح خدا که داره یه جای کار میکنه در قوم خدا اینا چه یعنی واسه هیچ انسانی واضح نبود این حقایق و اینجاست که در عیسی مسیح این حقایق برای ما واضح شده که یک خدا از ازل این خدا در،, در خودش در کلام خودش در روح خودش با در مشارکت بوده در عشق و محبت بوده و کلام خدا روح خدا در خلقت خدا نقش داشتند کلام خدا روح خدا در نجات خدا نقش داشتن و کلام خدا و روح خدا در کلیسای خداوند نقش دارند کلام خدا قوم خدا را نجات میده در عیسی مسیح روح خدا میاد ساکن میشه و ما رو به خدا نزدیک میکنه و این واقعیت هایی که این واقعیت هایی که کلام خدا به ما میگه درباره هویت این خدای واحد هویت این خدای محبت و این صحبت که میگم دیگه وقتمون تو این جلسه تموم شده ولی مهمه که ما حقیقت عهد عتیق رو هم فراموش نکنیم در رابطه با تسلیس من دائم اینو هی میخوام تکرار بکنم چون صحبت یه آیه نمی کنم که یه آیه باید به طور واضح همه صحبت های الهیاتی رو به ما بکنه نه کتاب, کتاب مقدس کتاب الهیات سیستماتیک نیست ولی در این داستان ها در این تاریخ در این اشعار و مزامیر توی این رساله ها در این اناجید تو کتاب اعمال رسولان توی کتاب مکاشفه تو تمام این اتفاقات و بالا های تاریخیه که ما خدا رو میشناسیم و باش روبرو رو میشیم خدایی که ما ورای ماست خدایی که با ماست امانوئل و نجات دهنده ما و خدایی که روحش در ما داره ما رو عوض میکنه و تقدیس میکنه و میگم سیس گفت مهم نیست که اگر بخوای درباره این حرف بزنی مهمه که در زندگی این خدای تسلیس شرکت بکنی موقعی که داریم سرود میخونیم تو کلیسا داریم خدا رو میپرستیم چون روحش در ماست داره ما رو به طرف پرستش میاره چون مسیح رو میشناسیم مسیح ما رو معرفی کرده به خدا و داریم پدر رو میپرستیم داریم پسر رو میپرستیم داریم در روح پرستش میکنیم این زندگی تسلیس است. وقتی داریم دعا می کنیم در زندگی تسلیس شریک هستیم وقتی داریم سرود می خونیم وقتی داریم زندگی می کنیم خدمت می کنیم درس می خونیم هر کاری که می کنیم به عنوان یک مسیحی داریم در تسلیس زندگی می کنیم داریم در خدا و با خدا زندگی می کنیم این واقعیت های تسلیس هست در زندگی ایمانی مسیحی که از آیه اول فصل اول کتاب مقدس ما میتونیم اشاره هایی رو به این واقعیت ببینیم من در جلسه بعدی میخوام حالا وارد صحبت پدران کلیسا بشم که پدر... یه سری از پدران کلیسا و بریم به سر صحبت شورای نقیه شورای کلسدان و چه بحثایی بود در قرنهای اول مسیحیت که وادار شدن این متفکرین مسیحی که آموزه تسلیس رو به طور یک حالت فرمول الهیاتی برای ما مطرح بکنن پس تا درس دیگه خداحافظ و همدیگر رو بعدا توی جلسه بعد میبینیم